استفاده درست از مال دنیا ایسا این حکایت را برای شاگردان خود تعریف کرد. مردی ثروتمند مباشری داشت که به حساب دارائی های او رسیدگی می اما به او خبر رسید که مباشرش در اموال او خیانت می کند. پس او را خواست و به او گفت شنیدم که اموال مرا حیف و میل می پس پس هرچه زودتر حسابهایت را ببند و چون از کار بر کنار هستیم. مباشر پیش خود فکر کرد. حالا چه کنم؟ وقتی از این کار بر کنار شدم نه قدرت بیل زدن دارم و نه غرورم اجازه می دهد گدایی کنم. فهمیدم چه کار کنم. باید کاری کنم که وقتی از اینجا میروم دوستان زیادی داشته باشم تا از من نگهداری کنند. پس هر یک از بدهکاران ارباب خود را فرا خواند و با ایشان گفتگو کرد از اولی پرسید چقدر به ارباب من بدهکار هستی جواب داد صد حلب روغن زیتون مباشر گفت درست است این هم قبضی است که امضا کرده ای پارش کن و یک قبض دیگر بنویس پنجا حلب از دیگری پرسید تو چقدر بدهکار هستی جواب داد صد خروار گندم به او گفت قبض خود را بگیر و به جای آن بنویس هشتاد خروار آن مرد ثروتمند زیرکی مباشر خائن را تحسین کرد در واقع مردم بی ایمان در روابط خود با دیگران و در کارهای خود زیرکتر از مردم خداشناس هستند مال دنیا اغلب در راه های بد مصرف می شود اما من به شما توصیه می کنم که آنها را در راه راست به کار تا دوستان بیابید آنگاه وقتی مالتان از میان برود خانه ای در آخرت خواهید داشت. اگر در کارهای کوچک درست کار باشید در کارهای بزرگ نیز درست کار خواهید بود. اگر در امور جزئی نادرست باشید در انجام وظایف بزرگ نیز نادرست خواهید بود. پس اگر در مورد ثروت های دنیوی امین و درست کار نبودید چگونه در خصوص ثروت حقیقی آسمانی به شما اعتماد خواهند کرد؟ تا اگر در اموال دیگران خیانت کنید چه کسی مال خود را به دستان به دستانتان خواهد سپرد هیچ خدمتکار نمیتواند دو ارباب را خدمت کند زیرا یا از یکی نفرت دارد و به دیگری محبت می کند و یا به یکی دل می و دیگری را پس می شمارد. شما نیست. نمی هم بنده خدا باشید و هم بنده پول. فریسی ها وقتی این سخنان را شنیدند او را مسخره کردند زیرا که پول دوست بودند. ایسا به ایشان فرمود شما در ظاهر لباس تقوا و دینداری به دارید. اما خدا از باطن شریرتان با خبر است. تظاهر شما باعث می شود که مردم به شما احترام بگذارند اما بدانید که آنچه در نظر انسان با ارزش است در نظر خدا مکروه و ناپسند است. تا پیش از معزه های تورات موسا و نوشته های انبیا راه شما بودند. اما حالا که یه یا مجده فرار رسیدن ملکوت خدا را داده است، مردم میکوشند به زور وارد آن گردند. اما این بدان معنا نیست که تورات حتی در یک جز اعتبار خود را از دست داده باشد، بلکه همچون زمین و آسمان ثابت و پایدار است. هر که زن خود را طلاق دهد و بار دیگر ازدواج کند، زنا می کند. و هر مردی نیست که با زن طلاق داده شده ای ازدواج کند در واقع مرتکب زنا می شود. مرد ثروتمند و ایلازر فقیر عیسی فرمود مرد ثروتمندی بود که جامعه های نفیس و گرانبها ها می پوشید و هر روز به عیش و نوش و خوشگذرانی می پرداخت. فقیری زخمالود نیز بود به نام ایلازر که او را جلوی در خانه آن ثروتمند میگذاشتند ایلازر آرزو می داشت که از پس مانده یه خوراک او شکم خود را سیر کند حتی سگها نیز میآمدند و زخمهایش را میلیسیدند سرانجام آن فقیر مرد و فرشته ها او را نزد ابراهیم بردند جایی که نیاکان به سر می بردند. آن ثروتمند هم مرد و او را دفن کردند اما روحش به دنیای مردگان رفت. در آنجا در همان حالی که عذاب میکشید به بالا نگاه کرد و از دور ابراهیم را دید که ایل آذر در کنارش ایستاده است پس فریاد زد ای پدرم ابراهیم بر من رحم کن و ایل آذر را به اینجا بفرست تا فقط انگشتش را در آب فرو ببرد و زبانم را خنک سازد چون در میان این شله ها عذاب میکشم اما ابراهیم به او گفت فرزندم به خاطر بیاور که تو در دوران زندگیت هرچه میخواستی داشتی اما ایلاسر از همه چیز محروم بود. پس حالا او در آسایش است و تو در نظام. از این گذشته شکاف عمیقی ما را از یکدیگر جدا می به طوری که نه ساکنین اینجا میتوانند به آن سو بیایند و نه ساکنین آنجا به این سو. ثروتمند گفت ای پدرم ابراهیم پس التماس میکنم که او را به خانه پدرم بفرستی تا پنج برادر مرا از وجود این محل رنج و عذاب آگاه سازد مبادا آنان نیز پس از مرگ به اینجا بیایند ابراهیم فرمود موسا و انبیا بارها بارها ایشان را از این امر آگاه ساختند برادرانت میتوانند به سخنان ایشان توجه کنند ثروتمند جواب داد نه ای پدرم ابراهیم به کلام ایشان توجهی ندارند اما اگر کسی از مردگان نزد ایشان برود یقینا از گناهانشان توبه خواهند کرد ابراهیم فرمود اگر به سخنان موسی و انبیا توجهی ندارند حتی اگر کسی از مردگان هم نزد ایشان برود به سخنان او توجه نخواهند کرد و به راه راست هدایت نخواهند شد برخی دیگر از سخنان عیسی روزی عیسی به شاگردان خود فرمود وسوسه گناه همیشه وجود خواهد داشت اما وای به حال آن کس که دیگران را به سوی این وسوسه ها بکشاند برای چنان شخصی بهتر است که سنگ بزرگ آسیابی به گردنش ببندند و او را در قعر دریا بیاندازند تا اینکه باعث گمراه شدن یکی از پیروان بی پی تجربه و ساده دل خدا گردد زیرا معجزات خدا در حق او بسیار سنگین خواهد بود پس مراقب اعمال و کردار خود باشید اگر برادرت در حق تو خطایی ورزد او را از اشتباهش آگاه ساز اگر پشیمان شد او را ببخش حتی اگر روزی هفت مرتبه به تو بدی کند و هر بار نزد تو بازگردد و اظهار پشیمانی کند او را ببخش روزی رسولان به ایسای خداوند گفتند ایمان ما را زیاد کن ایسا فرمود اگر ایمانتان به اندازه دانه ی ریز خردل می بود می توانستید به این درخت تو دستور بدهید که از جایش کنده شده در دریا کاشته شود و درخت هم از دستور شما اطاعت میکرد وقتی خدمتکاری از شخم زدن یا گوزفنچرانی به خانه باز میگردد فوری نمی نمینشیند تا غذا بخورد بلکه ابتدا خوراک اربابش را حاضر میکند و شام او را میدهد سپس خودش میخورد کسی نیز از او تشکر نمیکند زیرا وظیفهش را انجام میدهد به همین صورت شما نیز وقتی دستورات مرا اجرا میکنید انتظار تعریف و تمجید نداشته باشید چون فقط وظیفه خود را انجام داده اید. سامری سپاسگزار عیسی بر سر راه خود به اورشلیم در مرز جلیل و سامره وارد روستایی شد که ناگاه ده جزامی به مقابل او آمدند ایشان از دور ایستاد و فریاد زد ای عیسی ای استاد بر ما رحم فرما ایسا متوجه آنان شد و فرمود نزد کاهنان بروید و خود را به ایشان نشان دهید. هنگامی که می رفتند آثار جزم از روی بدنشان محو شد. یکی از آنان وقتی دید که شفا یافته در حالی که با صدای بلند خدا را شکر می نزد ایسا بازگشت. و جلوی او برخاک افتاد و برای لطفی که در حقش کرده بود از وی تشکر نمود. این شخص یک ای سامری بود. ایسا فرمود مگر من ده نفر را شفا ندادم پس آن نه نفر دیگر کجا هستند آیا بجز این غریب کسی نبود که بازگردد از خدا تشکر کند پس به آن مرد فرمود برخیز و برو ایمانت تو را شفا داده است گفتار عیسی درباره آخر زمان روزی بعضی از فریسیان از عیسی پرسیدند ملکوت خدا کی آغاز خواهد شد عیسی جواب داد ملکوت خدا با علائم قابل دیدن آغاز نخواهد شد و نخواهند گفت که در این گوشه یا آن گوشه ی زمین آغاز شده است زیرا ملکوت خدا در میان شماست کمی بعد در این باره به شاگردان خود فرمود زمانی میرسد که آرزو خواهید کرد حتی برای یک روز هم که شده با شما باشم اما این آرزو برآورده نخواهد شد به شما خبر خواهد رسید که من بازگشتم و در فلان جا هستم اما باور نکنید و بدون بال من نگردید زیرا وقتی بازگردم بدون شک شما از آن آگاه خواهید شد بازگشت من در واقع همچون برق خواهد بود که تمام آسمان را رو روشن می سازد اما پیش از آن لازم است که زهمات بسیاری متحمل گردم و توسط این قوم محکوم شوم در زمان بازگشت من مردم دنیا مانند زمان نوح نسبت به امور الهی بی توجه خواهند بود. در زمان نوح مردم همه سرگرم خوردن و نوشیدن و ازدواج خوشگذرانی بودند و همه چیز به صورت عادی جریان داشت تا روزی که نوح داخل کشتی شد و طوفان آمد و همه چیز را از بین برد در آن زمان دنیا مانند زمان لود خواهد بود که مردم غرق کارهای روزانهشان بودند میخوردند و می نوشیدند خرید و فروش میکردند میکاشتند و میساختند تا صبح روزی که لود از شهر سدوم بیرون آمد و آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه چیز را از بین برد ولی به هنگام بازگشت من اوضاع دنیا به همین صورت خواهد بود در آن روز کسانی که بیرون خانه باشند برای بردن اموالشان به خانه باز نکردند آنانی که در صحرا هستند به شهر باز نکردند به خاطر بیاورید بر سر زن لوچه آمد هر که بکوشد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد اما هر که از جان خود بگذرد آن را نجات خواهد داد در آن شب دو نفر که در یک اتاق خوابیده باشند یکی به آسمان برده خواهد شد دیگری خواهد ماند دو زن که سرگرم کارهای خانه باشند یکی به آسمان برده شده دیگری بر جای خواهد ماند دو نفر نیست که در مزرعه کار میکنند یکی برده شده و دیگری خواهد ماند. شاگردان از عیسی پرسیدند خداوند به کجا برده خواهند شد؟ عیسی فرمود جایی که لاشه باشد، لاش خورها در آنجا جمع خواهند شد. باید با جدیت دعا کرد. روزی عیسی برای شاگردانش مثلی آورد تا نشان دهد که لازم است همیشه دعا کنند و تا جواب دعای خود را نگرفتند از دعا کردن باز نیستند. پس چنین فرمود در شهر یک قاضی بود که نه از خدا می ترسید و نه توجهی به مردم داشت. بیوزنی از اهالی همان شهر دائما نزد او می آمد از او می خواست که به شکایتش علیه کسی که به او ضرر رسانده بود رسیدگی کند. قاضی تا مدتی به شکایت او توجهی نکرد اما سرانجام از دست او به سطوح آمد و با خود گفت با اینکه من نه از خدا میترسم و نه از مردم اما چون این زن مایه دردسر من شده بهتر است به شکایتش رسیدگی کنم تا اینقدر مزاحم من نشود آنگاه حسای خداوند فرمود ببینید این قاضی به چه میگوید اگر چنین شخص بیانصافی راضی شود به داد مردم برسد آیا خدا به داد قوم خود که شبانه روز به درگاه او دعا و التماس می نخواهد رسید؟ یقین بدانید که خیلی زود دعای ایشان را اجابت خواهد فرمود. اما سوال اینجاست که وقتی من مسیح به این دنیا بازگردم چند نفر را خواهم یافت که ایمان دارند و سرگرم دعا هستند. خدا دعای فروتنان را جواب میدهد. سپس برای کسانی که به پاکی و پرهیزگاری خود میبالیدند و سایر مردم را حقیر میشه مردند این داستان را تعریف کرد. دو نفر به خانه خدا رفتند تا دعا کنند. یکی فرستی مغرور و خودپسند بود و دیگری معمور باج و خراج. فرستی خودپسند کنار ایستاد و با خود چنین دعا کرد. ای خدا، تو را شکر می کنم که من مانند سایر مردم خصوصا مانند این باجگیر گناهکار نیستم نه دزدی می کنم نه به کسی ظلم می کنم نه مرتکب زنا می شوم در, هفت در هفته دو بار روزه می گیرم و از هرچه به دست می آورم یک دهم ده را در راه تو می دهم اما آن باجگیر گناهکار در فاصله دور ایستاد و به هنگام دعا حتی جرأت نکرد از خجالت سرش را بلند کند فقط با اندوه به سینه خود زد و گفت خدایا بر من گناهکار رحم فرما به شما میگویم که این مرد گناهکار بخشیده شد و به خانه رفت اما آن فریستی خود پسند از بخشش و رحمت خدا محروم ماند زیرا هر که خود را بزرگ جلوه دهد پس خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سربلند خواهد گردید ایسا کودکان را محبت می کند. روزی چند زن فرزندان خود را نزد ایسا آوردند تا بر سرشان دست بگذارد و, و برکتشان بدهد. اما شاگردان ایسا وقتی این را دیدند مادران را سرزنش کردند و مانع آمدن ایشان شدند. اما ایسا کودکان را نزد خود فراخواند و به شاگردان فرمود بگذارید بچه های کوچک نزد من بیایند و هرگز مانع آنان نشوید. زیرا فقط کسانی می توانند از برکت ملکوت خدا بهرهمند کردند که همچون این بچه ها این بچه های کوچک دیلی بی آلایش و زود باور داشته باشند و هر که ایمانی چون ایمان این بچه ها را نداشته باشد هرگز از برکت ملکوت خدا بهره ای نخواهد برد. خطر ثروت زیاد روزی یکی از سران قوم یهود از ایسا پرسید ای استاد نیکو من چه کنم که زندگی جاویدان داشته باشم؟ ایسا از او پرسید وقتی مرا نیکو میخوانی آیا متوجه مفهوم آن هستی؟ زیرا فقط خدا نیکوست و بس. اما جواب سوالت. خودت میدانی که خدا در ده فرمان چه فرموده است؟ زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، دروغ نگو به پدر و مادرت احترام بگذار و غیره. اما جواب داد. این قوانیم را یک به یک از کودکی انجام دادهام. عیسی فرمود. هنوز یک چیز کم داری. هرچه داری بفروش و به فقرا بده تا برای آخرت تو توشه باشد. آنگاه بیا و مرا پیروی کن. آن شخص با شنیدن این سخن غمگین شد و رفت. زیرا بسیار ثروتمند بود. در همان حال که می رفت ایسا او را می نگریست. سپس رو به شاگردانش کرد و فرمود چه دشوار است که ثروتمندی وارد ملکوت خدا شود. گذشتن شطور از سوراخ سوزن آسانتر است از وارد شدن شخص ثروتمند به ملکوت خدا. کسانی که این سخن را شنیدن گفتند اگر چنین است پس چه, چه کسی می تواند نجات یابد؟ ایسا فرمود خدا می کارهایی انجام دهد که برای انسان غیر ممکن است. پتروس گفت ما خانه و زندگی من را رها کرده ایم و تو را پیروی می کنیم. ایسا جواب داد هر که برای خدمت به ملکوت خدا مانند شما خانه و زن و فرزندان و برادران و خواهران و پدر و مادر خود را ترک کند در همین دنیا چندین برابر به او عوض داده خواهد شد و در عالم آینده نیز زندگی جاودان خواهد داشت ایسا مرگ و رستاخیس خود را پیشگویی می کند. سپس آن دوازده شاگرد را نزد خود گرد آورد و به ایشان فرمود چنانکه که می دانید ما به سوی اورشلیم می رویم. وقتی به آنجا برسیم تمام آنچه که انبیای پیشین درباره من پیشگویی کردند عملی خواهد شد. در آنجا مرا به دست غیر یهودیان خواهند سپرد تا مرا مورد استهزا قرار داد داده بی احترامی کنند. به صورتم آب دهان بی اندازند. شلاغم بزندند و سرانجام به قصر رسانند. اما من روز سوم پس از مرگ زنده خواهم شد. اما شاگردان چیزی از سخنان او درک نکردند و مفهوم آنها از ایشان مخفی نگه داشته شد. گویی برای ایشان معما می گفت. شفای فقیر نابینا ایشان در طی راه به نزدیکی شهر عریها رسیدند در کنار راه کوری نشسته بود و گدایی میکرد چون صدای رفت و آمد مردم را شنید پرسید چه خبر است گفتند عیسی ناصری در حال عبور است بلافاصله فریاد کنان گفت ای عیسی ای پسر داوود بر من رحم کن آنانی که پیشاپیش عیسی میرفتند سعی کردند او را ساکت کنند اما مرد کور هر بار صدایش را بلندتر میکرد و فریاد میزد ای پسر داوود به من رحم کن وقتی عیسی به آن محل رسید ایستاد و گفت او را نزد من بیاورید چون او را نزدیک آوردند از او پرسید چه میخواهی برای تو انجام دهم جواب داد سرور من میخواهم بینا شوم عیسی فرمود بسیار خوب بینا شو ایمانت تو را شفا داده همان لحظه آنکور بینایی خود را باز و در حالی که خدا را شکر میکرد به دنبال عیسی به راه افتاد وقتی مردم این ماجرا را دیدند همگی خدا را ستایش کردند باجگیری به ایسا ایمان می آورد. ایسا وارد عریه شد تا از آنجا راه خود را به سوی اورشلیم ادامه دهد. در عریه شخص ثروتمندی زندگی می کرد به نام زکا. که رئیس مامورین باج و خراج بود او میخواست عیسی را ببیند اما به سبب ازدهام مردم نمیتوانست چون قدش کوتاه بود پس جلو دوید و از درخت چناری که در کنار راه بود بالا رفت تا از آنجا عیسی را ببیند وقتی عیسی نزدیک درخت رسید به بالا نگاه کرد و را به نام صدا زد و فرمود زکا به شتاب و پایین بیا چون میخواهم امروز به خانه تو بیایم و مهمانت باشم زکا با عجله به پایین آمد و با هیجان و شادی ایسا را به خانه خود برد. تمام کسانی که این واقع را دیدند گله و شکایت سرداده و با ناراحتی می گفتند. او مهمان یک گناهکار بدنام شده است؟ اما زکا در حضور ایسای خداوند ایستاد و گفت سرور من اینک نصف دارایی خود را به فقرا خواهم بخشید. اگر از کسی مالیات اضافی گرفته باشم چهار برابر آن را پس خواهم داد عیسی بگو فرمود این نشان می دهد که امروز نجات به اهل این خانه روی آورده است این مرد یکی از فرزندان ابراهیم است که گمراه شده بود من آمدم تا چنین اشخاص را بیابم و نجات بخشم در کار خدا کوشا و وفادار باشید چون عیسی به اورشلیم نزدیک میشد داستانی تعریف کرد تا نظر بعضی اشخاص را درباره ملکوت خدا اصلاح کند چون تصور میکرد که ملکوت خدا همان موقع آغاز خواهد شد پس چنین فرمود در یکی از ایالات امپراتوری روم نجیب زاده ای زندگی می کرد. روزی او سفر دور و درازی به پای تخت کرد تا از جانب امپراتور به مقام پادشاهیان ایالت منصوب شود. اما پیش از عزیمت ده نفر از دستیاران خود را احضار کرد و به هر یک مبلغی پول داد تا در قیاب او به تجارت بپردازند اما برخی از اهالیان ایالت که با او مخالفت مخالف بودند نمایندگانی به حضور امپراتور فرستادند تا اطلاع دهند که مایل نیستند آن نجیب زاده بر آنان حکمرانی کند اما آن شخص به مقام پادشاهی منصوب شد و به ایالت خود بازگشت و دستیاران خود را فرا تا ببیند با پولش چه کردند و چه مقدار سود به دست آوردند. پس اولی آمد و گفت که ده برابر سرمایه اصلی سود کرده. پادشاه گفت آفرین بر تو ای خدمت گذار خوب. چون در کار و مسئولیت کوچکی که به تو سپرده بودم امین بودی و حکمرانی ده شهر را به تو واگذار می کنم. نفر دوم نیز گزارش رضایت بخشی داد او گفت که پنج برابر سرمایه اصلی اصلی سود کرده است. به او نیز گفت بسیار خوب تو نیز حاکم پنج شهر باش. اما سومی همان مبلغی را که در ابتدا گرفته بود بدون کم و زیاد پس داد. گفت من از ترس شما سرمایه را در جای امن نگهداری کردم. چون می دانستم که مردی هستید سختی رو از آنچه زحمت نکشیده اید سود می تلبید و از سرمایه که نداشت نگذاشته اید انتظار بهره دارید. پادشاه او را سرزنش کرد گفت ای خدمتکار پست و شرور تو با این سخنان خودت رو محکوم کردی. تو که می دانستی من اینقدر سختگیر هستم چرا پولم را به منفعت ندادی تا به هنگام مراجعت لا سودش را بگیرم آنگاه به حاضران فرمود که پول را از او بگیرند و به آن خدمتکاری کاری بدهند که از همه بیشتر سود آورده بود. گفتند، قربان، او خودش به اندازه کافی دارد. پادشاه جواب داد، ولی این حقیقت همیشه صادق است که آنانی که زیاد دارند بیشتر به دست می و آنانی که کم دارند همان را نیز از دست می دهند. و اما مخالفینی که نمیخواستند بر آنان حکومت کنم ایشان را اکنون به اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید. ورود ایسا به اورشلیم پس از تعریف این داستان ایسا پیش پیش دیگران به سوی اورشلیم به راه افتاد. وقتی به بیت فاجیا و بیت انیا واقع بر کوه زیتون رسیدن دو نفر از شاگردان خود را زودتر فرستاد و به ایشان گفت به روستایی که در پیش است بروید. وارد شدید کرولاغی را بسته خواهید دید که تا به حال کسی بر آن سوار نشده است. آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. اگر کسی پرسید که چه می کنید فقط بگویید خداوند آن را لازم دارد. آن دو شاگرد رفتند و کره اولاغ را همان گونه که عیسی فرموده بود یافتند وقتی آن را باز میکردند صاحبانش جویای ماجرا شده و پرسیدند چه میکنید چرا کره اولاغ را باز میکنید جواب دادند خداوند آن را لازم دارد. پس گره اولاغ را نزد عیسی آوردند و جامعه خود را بر روی آن انداخته تا او سوار شود. هنگامی که عیسی به راه افتاد، مردم به احترام او لباس خود را در راه در مقابل او پهن می کردند. وقتی به سرازیری کوه زیتون رسیدند، گروه انبوهی پیروانش فریاد شادی برآورده برای همه معجزات و کارهای عجیبی که انجام داده بود خدا را شکر کردند. و میگفتند مبارک باد پادشاهی که به نام خداوند میآید آرامش در آسمان و جلال بر خدا باد آنگاه برخی از فریسیان که در میان جمعیت بودند به عیسی گفتند استاد پیروانت را امر کن که ساکت باشند این چه چیزهایی است که میگویند ایسا جواب داد اگر آنان ساکت شوند سنگ های کنار راه بانگ شادی برخواهند آورد گریه برای اورشلیم اما همین که به اورشلیم نزدیک شدند و ایسا شهر را از دور دید به گریه افتاد و در حالی که اشک میریخت گفت ای اورشلیم صلح و آرامش جاوی در اختیار تو قرار داده شده اما تو آن را رد کردی و اینک دیگر بسیار دیر است به زودی دشمنانت در پشت همین دیوارها سنگرها ساخته از هر سو تو را محاصره و احاطه خواهند کرد آنگاه تو را با خاک یکسان کرده ساکنانت را به خاک و خون خواهند کشید حتی نخواهند گذاشت سنگی بر سنگی دیگر باقی بماند بلکه همه چیز را زیر و رو خواهند کرد زیرا فرصتی را که خدا به تو داده بود رد کردی پاکسازی معبد سپس وارد خانه خدا شد و کسانی را که در, آن، در آنجا مشغول خرید و فروش بودند بیرون کرد و بسات آنها را در هم ریخت و به ایشان گفت در کلام خدا نوشته شده که خانه من محل عبادت خواهد بود اما شما آن را تبدیل به پناهگاه دزدان کرده اید از آن پس عیسی هر روز در خانه خدا تعلیم می داد کاهنان اعظم علمای دین و بزرگان قوم در پی فرصتی میگشتند تا او را از بین ببرند اما راهی پیدا نمی کردند چون مردم همواره گرد او جمع می شدند تا سخنانش را بشنوند